درود دیگربار و با سپاس از اینکه در اینجا با ما همراه هستید با برنامه ویژه گزارش خبری تلویزیون اندیشه. هنرمندان سینمای فرانسه و سوئیس از همه دست‌اندرکاران حرفه سینما و شیفتگان آزادی خواستند تا به فراخوان برای آزادی جعفر پناهی بپیوندند. امضا کنندگان این تومار ضمن ابراز انزجار از حکم صادر شده می نویسند که این حکم در حقیقت سینمای ایران را هدف گرفته است. و اما از گزارشی تهیه کردیم در این مورد که نخست توجه شما را به اون جلب میکنم. برمیگردیم و با شما همراه هستیم. جعفر پناهی یکی از شناخته شده ترین کارگردانان ایرانی در جهان است. پناهی کارش را در سینما به عنوان دستیار کارگردان فیلم های عباس کیارستمی آغاز کرد. بسیاری از فیلم های او تصویری صریح و انتقادی از مشکلات جامعه ایران ارائه می دهند که این امر سبب اعمال محدودیت هایی برای نمایش آثارش شده است. ولی انقدر نگاه میکنی که همه میفهمن تا اینجاش هم پدرم در اومده. آخر یه کار میکنی نتونم برم. خدا کنه برید. جعفر پناهی در سال 1995 میلادی برای ساخت بادکنک سفید برنده دوربین طلایی جشنواره فیلم کن شد. او در سال 2000 میلادی با فیلم دایره برنده جایزه شیر طلایی جشنواره فیلم ونیز و در سال 2006 میلادی برنده خرس نقره‌ای جشنواره بین‌المللی فیلم برلین برای فیلم آفساید شد. انجرا خریه رو نها کن جفتشون دخترم درستی مارا حالا اکاین هم حرفه ای هم الان هم چشوری برای جعفر پناهی بار اول روز پنج شنبه 8 مرداد 88 هنگامی که به همراه گروه دیگری از فیلمسازان برای گرامی داشت کشته شدگان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم به بهشت زهرا رفته بود بازداشت و پس از چند روز آزاد شد. فردا صبح منو به بازجویی بردن و بازجوی اولین حرفی که زد این بود که اسمش چیه؟ گفتم اسم چیه؟ گفتش که خب اسم فیلمت. گفتم خب فیلم همون که نذاشتی بسازم، نیمه کاره بودش، بذارید فیلم بسازم، چون من همیشه اول شاید یه فیلم اسمی رو انتخاب کنم بعدا عوض میکنم، بعد با حال هوای خود کار یه چی داری به دست میارم. گفت نه اون فیلمی که خونه میساختی، نه اون فیلمی که اینجا میساختی. گفتم کجا؟ گفت داخل سلولت. گفتم اگه داخل سلول میشه فیلم ساختش و ایشون باور داشتش که من حتی داخل سلولم دارم فیلم می‌سازم. دوربین چیزی رو قاچاقی آوردم توی در اون شکل حفاظتی امنیتی خودش که اصلا نمی‌شد تصور کرد که چیزی بره اون تو، و این فکر می‌کرد که من فیلم دارم می‌سازم و بازجویی همینطوری ادامه پیدا کرد و من انکار کردم، حتی تهدید کردن که خانواده‌ام اونجا خواهند آورد و مسائل مختلفی بود که شک گرفت. و بعد من دیدم که این توهمات یک ناامنی خانوادگی هم داره واسه من وجود میاره که اعلام اعتصاب قضا کردم. پناهی بار دوم در شامگاه دوشنبه 10 اسفند به همراه 18 نفر از اعضای خانواده و دوستانی که در خانه او در تهران مهمان بودند بازداشت شد. پس از چند روز و در چند مرحله اعضای خانواده و همکاران پناهی آزاد شدند، اما خود او همچنان در بازداشت بود. پناهی در تماسی تلفنی با خانواده خود از اعتصاب قضای خود خبر داده و نامه‌ای را برای آنها خوانده که در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد. در این نامه او گفت تهدید شده که همه اعضای خانواده‌اش را دستگیر می‌کنند. پناهی در این نامه می‌نویسد
صبح روز یک شنبه مرا به بازجویی بردند و متهم کردند که از داخل سلول فیلم برداری کردم که دروغ محض است و سپس تهدید کردند که تمامی اعضای خانواده‌ام را دستگیر و به اوین منتقل خواهند کرد و دخترم را به بازداشتگاهی ناامن در رجایی شهر خواهند فرستاد و با این حرف‌ها قدرت تجزیه و تحلیل را از من سلب کردند. پناهی در نامه خود می‌افزاید: بعد از برخورد ناشایستی که در شنبه شب 25 اسفند 89 در هجوم مأمورین به داخل سلول 56 اوین صورت گرفت، به مدت یک ساعت و نیم من و همسلولی هایم را بدون لباس در بیرون و در هوای سرد نگه داشتند. وی در این نامه خواسته های خود را برای پایان دادن به اعتصاب قضا ذکر می کند و می افزاید: به سینمایی که به آن معتقدم قسم می‌خورم تا تحقق خواسته هایم دست از اعتصاب قضا بر نمی‌دارم و تنها خواستم این است که جنازه مرا به خانواده‌ام تحویل دهند تا هر کجا که مایلند دفن کنند. خبرگزاری های ایران اعلام کردند که دادگاه انقلاب تهران جعفر پناهی را به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ و اقدام علیه امنیت ملی و نظام جمهوری اسلامی به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله ساختن فیلم، تهیه فیلمنامه، سفر به خارج و مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی محکوم کرده است. در این اتفاقاتی که توی این مدت بوده، خب تحت تاثیر قرار گرفتن یا همراه مردم بودن، متاسفانه به هیچ وجه امکان نداشت که ما بتونیم توی خیابون ها بریم و از این اتفاقات، از این مسائلی که پیش اومده بتونیم فیلم بگیریم و با شغل خودمون بتونیم در مورد اون مسائل حرف بزنیم. چه به مسائلی که دوربین ما میرفت توی خیابون میگرفتن و به زندان مینداختن و مسائل مختلفی رو پیش میومد. به همین خاطره که دیدیم وقتی ماها نتونستیم کار کنیم، حالا مردم خودشون با این موبایل های ساده اومدن وسط خیابون و اونها به دنیا گفتن که در ایران داره چه اتفاقی میفته. این مردم هم فیلمسازا و هم غیره شدن، خب اینها الان عملا دیگه نمیتونن بیانیه بدن یا اعلام حضور کنن. مسلمه که اگر امنیت باشه و اگر اجازه داده بشه که مثل همه جای دنیا هر کسی میتونه از چیزی که ناراحت بیانیه بده، خب ما که اسلحه تو دست نگرفتیم. در این مدت چند بار منو بردن برای بازجویی 3 ساعت و نیمه 4 ساعت و نیمه بوده و اونقدر این جرمای عجیب و غریبی به من گفتن که اصلا خودم نمیتونستم متصور بشم. یکی از جرمایی که من داشتم این بود که من میخوام یک فیلمی بسازم در آینده و چرا باید اون فیلمو بسازم؟ میگفتم خب شما نمیتونید منو به دلیل فیلمی که نساختم الان بازجویی کنید. و جرمای مختلف دیگه ای رو میگفتن که من همینطوری باهاشون که صحبت که میکردم هی این مثلا میگفتن برای این جرمت 3 ماه تا 9 ماه زندانی هستی، برای این جرمت 1 سال تا مثلا 9 سال زندانی باید باشی، برای این جرمت اینقدر. همینطوری گفتن و من همونجا اون حداقل مدتی که باید زندانی باشم از دید اینها رو شمردم و بهشون گفتم خب یعنی شما با این حساب دارید به من میگید که من 35 سال باید زندانی باشم؟ من فکر نکنم 35 سال اون داشته باشم. خب من درست از زمانی که آقای احمدی نژاد اومده نذاشتن هیچ گونه فیلمی بسازم. برای یک فیلمساز چه چیزی انتحاری تر از این که نتونه فیلم بسازه؟ خب وقتی نمیسازم تفاوتی نمیکنه و من وقتی زندگی میکنم که بتونم فیلم بسازم، در واقع زمانهای فیلمسازی است که زندگی معنا پیدا میکنه.
بله. محکومیت جعفر پناهی با واکنش بین المللی مواجه شده. وزیر امور خارجه فرانسه با انتشار بیانیه‌ای مراتب شدیدترین انزجار خود را از محکومیت جعفر پناهی اعلام کرده. وی تاکید کرده که این کشور هزاران زندانی بینام و نشان ایران را از یاد نمی برد که قربانی فشارهای سیاسی علیه مخالفان و جامعه مدنی در این کشور شده اند. به گفته وزیر امور خارجه فرانسه، محکومیت جعفر پناهی نمونه دردناک و تأسف‌بار چنین فشارهایی است. و اما وزیر فرهنگ فرانسه ضمن ابراز انزجار از محکومیت جعفر پناهی، دادگاه محکوم کننده سینماگر ایرانی را فرمایشی توصیف کرده و گفته بود که با این اقدام در واقع آزادی اندیشه و آفرینش هنری به طرز غیر قابل قبولی نقض شده است. اما یک فیلسوف فرانسوی از جامعه بین المللی خواسته تا با اعمال تحریم شدید علیه ایران به این حکم اعتراض کنند و رهبر حزب سوسیالیست فرانسه گفته که حکم صادر شده علیه جعفر پناهی نشانگر وخامت وضعیت آزادی بیان و خلاقیت در ایران هستش. و اما برلین نیز امروز چهارشنبه در روز چهارشنبه به معترضین محکومیت جعفر پناهی پیوسته و بیانیه وزارت امور خارجه آلمان بیانیه صادر کرده که این حکم رو بر خیلی جنجال آمیز و غیر قابل قبول دانسته. Il avait été arrêté puis libéré fin mai, une condamnation qui l'avait empêché de prendre place dans le jury du dernier festival de Cannes. بله، این بود گزارش ویژه امشب ما. با سپاس از توجه شما به گزارش ویژه تلویزیون اندیشه، تا برنامه بعدی شاد و پیروز باشید.